سلام، این هفته شما رو با صحبت‌های امیر جعفری تنها میذارم. پسر فلان وزیر بن سوار میشه. بابا پسر فلان وزیر بعد وقتی کشیده بابا پدرش در اومده زحمت کشیده بابا. چرا سوار نشه؟ چرا سوار نشه؟ بابای تو هم زحمت میکشی، بیخوابی میکشید، همین کارا میشون میرسید، ماشین خوب سوار میشدید. کاملا درسته، آخه ما تلاش نکردیم و سختی نکشیدیم، واسه همین نمیتونیم بن سوار بشیم. بیخوابی رو شماها کشیدین که تو 3 ماه فیلم برداری 200 میلیون دستمزد میگیرید. کارگرای معدن هم هنوز تو خوابن که بعد از 3 ماه کار در عمق 1300 متری تنها 6 میلیون دستمزد میگیرن. ایشون هم یکی از خوبای بابا زحمت کشیده است. باز خدا رو شکر یه سریالی داره پخش میشه که باباهای زحمتکش رو خوب داره نشون میده. شما به من بگید چرا یه نفر فقط به خاطر اینکه فامیل یه مسئوله باید تافته جدا بافته به حساب بیاد؟ چه مسئولیت سیاسی باید داشته باشه؟ آخرش هم طبق قاعده هستم پس مال میکشم ماست مالیزیشنش کرد. من امیر جعفری اینجوری شناختیم، این همه ما مصاحبه کردیم، حرف زدیم، پشت شماها بودیم، این حق ماست واقعا بیایم اینجوری هی مثلا پست بذاری بگی که تو که نفست از جای گرم بلند میشه؟ این وسط فقط دلم میسوزه واسه ریما رامیفر که هیچ وقت از شوهر شانس نیاورد. اون از نقی معمولی، این از امیر جعفری. کاش نصیحتش کنه یه سری به بابا مامانای زحمتکش واقعی جامعه بزنه. گلا همه در اومدن، دل چرا نیومدی؟ حالا اومدی عزیز دلم، بغلم کن، خوش اومدی عزیزم. هفته پیش که پهپاد ترکی تشییع جنازش تا این هفته کش اومد. پهپاد بیاد ریکا ببر، پهپاد بیاد نمک ببر، پهپاد بیاد سایت ببر. خلاصه با کلی کوریخونی کوه موش زایید. این همه گفت میزنیم میزنیم تهش شد 3 تا توییت. البته بنده خدا تقصیری نداره، آخه از اولش هم اشتباهی بود. میشه من بگی این چه لباسی تنته؟ خلبانی. برای چی این لباس پوشیدی؟ خلبانه. خلبانی الان؟ بله. بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی؟ لاستیک فروش. این هفته یه عکس از علیرضا خمسه در اومد که رفته کانادا نقش زن بازی کرده. یه آقایی هم جایزه گرفته تو کانادا، اسم یه خیابون رو به اسم زادگاهش ارومیه گذاشتن. ایشون هم که رفت همونجا بچه رو دنیا بیاره. تئاتر اونجا، جشنواره اونجا، عشق و حال اونجا، زایمان اونجا، فقط قرقراتون تو ایرانه. خب بگید ما هم جمع کنیم بیایم اون ور دیگه. مردای ایرانی میرن کانادا نقش زن بازی میکنن، بعد زنای ایرانی تو ایران نقش مرد بازی میکنن. حس میکنم ما رو میخواین دق بدین با این کاراتون. تو اواخر سال 93 رئیس بیمارستان شهید رجایی به من میگفت ما صورت حساب به برخی از بیمارها میدیم. اولا باور نمیکنه، میگه کل خرج من شده مثلا 700 هزار تومان و بعدم شروع میکنه گریه کردن از خوشحالی. این رو رئیس این بیمارستان به من گفت، گفت عده ای از خوشحالی گریه میکنن اینجا. احتمالا یارو گریه میکرده میگفته آخه دوتا پنیسیلین چجوری 700 هزار تومن شده؟ ما ایرانی ها میتونیم بین خطوط هم رانندگی کنیم، اینم اثباتش. فقط خیلی مواقع نمیخوایم این کارو کنیم. یا خیلی از تاکسی ها هستن که نوشتن اگه پول نداری صلوات بفرست. حالا کارهای خوبتون رو بذارید کنار این آمار که روزانه 7,700,000 یورو کالا از فروشگاه‌های آلمان دزدیده میشه. باور کنین اونور بهش نیست.